جنگ ایران و روس یه فوج قزاق روس شب گمشن راهشون رو گم میکنن به این قبرستون، اما آفتاب که میزنه دیگه نه اثری از خودشون پیدا میشه و نه از ساز و برگشون. میگن موشه اعضای سر خیلی اجنه اینجا بوده، با نفرین اونا زمین دهن وا میکنه، اون فوج رو میکشه پایین تو خودش. الانه چی؟ امنه؟ بریم پایین که کلی کار داریم. زبون آدم حالیتون نیست، میگم بریم پایین کار دارین. تک تک قبرا رو میشکافین تا جنازه گور به گور شده اسماعیل رو پیدا کنین. بجام آقا، قبرستون شب خودش کم خوف نداره، چه برسه بخوایم این عفش قبر رو کنیم جنازه تو گور بکشیم بیرون. برای من جانماز آب نکش، مرده خور کفن دوست. دل و جرأت ضعیفایی که تو مکتب خونه ابجد و حوض میکنن از شما تفنگچی‌ها بیشتره. کاری که حکم شده رو انجام بده. بجام مشعل تو ده من. این آتیش برای چی؟ نصیر اینجا. اینو ببین، این آتیش معنیش چی میتونه باشه؟ یعنی کسی اینجا بوده؟ بکش کنار پتونم. نه بابا، غلط نکنم این جای پای سوم جنه. شازده آخر شیطون بیا پای. اینا دست دلشون به کار نمیره. بذار صبح که شد آفتاب که زد من خودم کارو ختم میکنم. طلوع صبح صبر کنین، بعد کارتون رو شروع کنین. برگردم ببینم اسماعیل رو پیدا نکردین، همینجا زنده زنده دفنتون میکنم. پیداشم کردین، ببندینش به اسب، بندازینش چرا سگا بخورنه. شی خوبی حد نداره شب و تو قبرستون موندن، هم مرده هم عذب میشن هم خود ما. بریم کنار رودخونه آتیش روشن میکنیم، اتراق میکنیم، گرگو میشه هوا میاد. بریم که دیگه خبری از شیر مادر تو نیست و من بعد باید با همینا بسازم. یه تقیق خان نیستی؟ این موقع شب اینجا چه کار میکنی بنده خدا؟ شنیدم قومی یعجوج و مرجوج دنبالتن، همه آبادی تقیق خانی رو زیر پا گذاشتن. همون قوم دارن همه قبرهای قبرستون قدیمی توی جنگل رو نبش میکنن. نبش قبر کنن؟ با کدوم مجوز شرعی؟ با کدوم حکم محکمه؟ آصف میرزا میخواد جنازه اسماعیل رو در بیاره بندازه جلوی سگا. تو برو تو، یه لقمه غذا هست که کنار عیال و بچه هم امشب شکمتو سیر کنی. بیا برو تو دخترم، برو.
اینجا جمع شدین که چی بشه؟ جمع شدیم که جلوی منکر خدا رو بگیریم. کسی نخواست منکر بکنه که مدعی نهی از منکرش پیدا شده. نفش قبر اونم بدون حکم اجازه شرعی منکر نیست؟ قباحت داره والا. ما فقط دنبال یه آدم گم شده ایم، همین. دنبال آدمیزاد روی زمین میکردن نه زیر زمین. پاشو بذاره تو قبرستون، خونش پای خودشه. کار دست خودت نده ریغ ماسی. این شازده جدید تقیخانیست که اینجوری هوای شدین و باد انداختین به قبقبتون. بعد کسی در افتاده. بریم. قرار زودتر بیای. قرار بود زودتر بیام، اما از گلنار خبر گرفتم و خبر رو بردن. گلنار؟ آره، زغال و خاک زغال بردن برای عیال آقا زین العابدین. گفت مثل اینکه دیشب آخرای شب گلنار اومد و سام آفتاب نزده زده بیرون. نگفته کجا میره؟ فقط میدونست که داره میره سمت آبادی. همین آبادی که پر از تفنگچیای آصفه. وای تابوس حک داده هر زن و دختری که مردش کس و کارش همراهش نیستن کتبسته ببره امارت. وای Thank you.
تو هیچ گفته شنود نیست. حال تو رو منم دارم خب؟ ولی الان باید جونمونو برداریم و از این محلکی فرار کنم. بیا تو صفی. اگه مزاحم طاووس و ملوک هستم مرخص شم. نه بمون، رازدار بودی که این همه سال توی دم و دستگاه قجر معتمد موندی. این معجون اسباب مرگ بی درد سری رو فراهم میکنه، نه بو داره نه مزه. چند قطره از اون توی آب و غذا باعث یه مرگ تدریجی و بدون شک میشه. برای تقیخان که نیست، مال زن تقیخانه که هنوز زبون سرخی داره. راحت‌تر از اینم میشه خلاصش کرد. نمیخوام حکایت این آدم تبدیل به افسانه بشه. کشته شدنش توی حبس و بند باعث میشه تبدیل به قهرمانی بشه که هر سال زنا سر شالیزار براش گریه کنن و نوحه بخونن. نمیخوام هیچ اسمی ازش باقی بمونه، نه الان نه هیچ وقت. برای حرف و گفتی اومدی؟ میخواستم پیشنهادی عرض کنم که با شنیدن تمهید شما از فکر و نظرم مصرف شدم. چه پیشنهادی؟ تقیخان رو از خزینه روانه ی اتاق اترام مصادات بفرمید. به چه بهانه ای؟ ظاهرن به بهانه ی حفظ شأن خان و حرمت موی سفیدش، اما در واقع اینجوری نیست. ممکنه در خلوت تقیخان و اترام و سادات سخنانی رد و بدل شه که جای نامعیان شه. با حدس غریب به یقین این نامه باید در دست شخصی باشه که مورد اعتماد تقیخانه شادخت. خب با عمل اکری که پشت در اتاق اترام و سادات فال پوش وای میستن، ما ملتفت خواهیم شد که چه خواهند گفت. شیطانم از تو باید درس بگیره صفی، ولی رفتم به طریق تو باعث نمیشه از قصد و نیتم برگردم. پس طبیعتاً اعترام و سعادت از این محلک جون سالم به در نخواهد برد. نه ایام بیشتر از این که طرح و نقشه طاووس الملوک و سودای نشستن بر تخت پادشاهی این مملکت باعث موندگار شدن آصف توی این امارت شده باشه، گذشته تیره و تارش با دختری به اسم انیس و تداعی اون خاطرات بود که آصف و زمینگیر این ولایت کرده بود. آصف دلخوش به این بود که این تشابه فقط در سیما و رخسار نباشه و با پیدا کردن من، انیس و گذشته عاشقانه برباد رفتش
دوباره براش تجلی پیدا کنه. علف، علف، علف. مگه من گوسفندم میرزا رضا به قاعده آخر علف گذاشته روی میز؟ مهربون، به مطبخ دستور بده برای شام امشب راسته گوساله کباب کنن. از مطبخ بی خدمه انتظار بیشتر از این نمیره. تو موقع که داشتی عزل و اخراج میکردی باید به فکر معده خرابت و همچین روزی میبودی. اگر دستور من نبود معلوم نبود تا به حال چند قسم توطعه سر من شما رو به باد داده بود. با این وضعیت ما چند وقت دیگه هم مهمان همین عمارتیم. قرار سالو تو این عمارت گلو شل نو کنیم. این ولایت همچین جای بدی برای تیراندازی و تفریح نیست. یه امسال دندون رو جگر بذار. سال دیگه تو توی کاخ اون بالا نشستی برات سلام نوروزی اجرا میشه. مهربون رو فردا میفرستم فومن چند تا آشپز استخدام کنه. هر قسم تدبیری که باعث میشه این سفره ملعون و منفور پر بشه انجام بدید. گلنا رو پیدا کردم. تو روستاست. تو امامزاده بس نشسته. تفنگچی‌ها جنازه اسماعیل رو پیدا کردن؟ اسماعیل دیگه چه اهمیتی داره؟ ما الان اصل جنس رو داریم. هر میوه یه مزه داره. پیدا کردن گلنار برای شما شیرینه، دیدن جنازه تیک پاره اسماعیلم برای من. لحظه پاسوس کنید شازه ارزم خدمت رو دست دست کنید مرغ از قفس پریده. نگران نباشید گلنار این بار راه گریز و فرار نداره شازه. همین خیال راحت تو و طبع لطیف عمه جانمه که طرح و برنامه ای که قرار بود درست طول بکشید تا یک هفته هنوز هم شما بوده اینجا. این وضعیت این بار گلنار با دفعات قبل زمین تا آسمون توفیر داره شازه. خب اگه توفیر داره صفی دست به جنبون بریم بگیریمش بیاریمش اینجا پیش این تقیه ملعون تا اون دهن باز کنه بگه وصیت نامه و نامه پیوستش کجاست ختمه به خیر بشه تمومشه بره همش. این مهم انجام میشه اما نه توسط شما. چی داری میگی برا خودت صفی؟ گلنار تو تله است. من این شکارشو ول کنم بذارم نصیب کس دیگه ای بشه؟ این بار باید ول کنید شازه. بعضی از مواقع توی بیشه شیر باید شکارهای کوچیکو بذاره برای کفتارها و شغالها تا اونام فکر کنن که شکار چیان. من نمیفهمم تو چی میگی. نمیدونم چی تو ذهنت صفی. کلام من مبرهن و روشنه شازه. گلنار تو امامزاده بس نشسته. صلاح نیست که الان بریم سراغش. برای جماعت این آبادی هنوز بعضی از باورها مقدس شازه. از تو بعید صفی. اینا رو کردن تو مخ مردم این خرافاتو تا مردم چیزای جدی تر فکر نکنن. بگرنه یه چهار دیواری از جهت حرمت و احترام چه فرقی با دومت این طرفتر و اون برترش داره؟ منم مثل شما فکر میکنم شازه. این قسم کارا رو بسپار به توفنچی ها. بذار عباس خولی و توفنچی هاش این کار رو انجام بدن. با این مهم دوتا هدف رو میزنیم. یک، عباس خولی و توفنچی هاش این باور رو میدیم که مهمن. دو، شکستن وست امامزاده رو به پای توفنچی ها می نویسن. نما بعد از اینم که برگشتن با اشرفی که به پاشون می ریزیم خستگی این ایام رو از تنشون در میاریم. خوبه؟ از پسش بر میان. من کاری می کنم که از پسش بر بیان. من گلنار رو صحیح و سالم تحویل شما میدم تا عیش شکار گلنار نصیب شما بشه. خوبه؟
باشه، قبول. خسته نباشی، قربونت برم من. چته؟ بدیم بهم، بدیم بهم. خدایا خودت یاور و دستگیری، به 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 به، این همه بریکن. خانم گل هیچ وقت دستش به کم نمیده. بسم الله. به دلم برات شده مهمون میرسه سر این سفره. حالا کسی واقف نشده که این ماجراها دلیلش چیه یا سرچشمه این بگیر و ببند کجاست؟ به گلنار خانم، این شب سال نو، نه هنوز علت اومدنشون برای ما مشخص و معلوم شده، نه علت موندن و زمینگیر شدنشون. فقط تا جایی که خبر داریم اوضاع دار و خلاف هم به هم ریخته. امگاه چند تا تاجر سرخود قند منی 5 قرون و دادن منی 7 قرون. علای دوله والی تهرانم با اشاره عین الدوله داده اونا رو همون وسط بازار فلک کردن. بازارم چند روز بسته بوده، دارالخلافه شده بوده عین مجلس ختم میت. ببین بابا جان، امر قطعی و مشهود اینه که این جماعت قصد اسیر کردن شما رو دارن. یحتمل نیتشون هم از گرفتار کردن تو اینه که تقی خان و عرصه رو بهش تنگ کنن. همین. پس با این حساب اقل مطلب اینه که اگه گلنار خانم دور از دسترس تفنگچی‌های آصف میرزا باشه، بعض تقی خانم از یه آسودگی موقتی برخوردار میشه. خدا خیرت بده. ببین بابا جان، اگه تو عازم رشت بشی اونجا به حمایت اقوام احترام سادات در امانی، خیالت راحت. چه بسا با رفتن تو تقی خانم از این عرصه نامعلومی که گرفتار شده رها بشه. آخه به چه اسبابی کت خدا؟ اگه من نباشم اسباب رهایی پدر و مادرم رو کی بچینه؟ بعد آسایش من، امنیت من به شهر رشت قدر و قیمت اینو داره که آسیب و لطمه برسه به پدر و مادرم، به احترام سادات و تقی خان؟ آخه دختر جان، تو با کدوم ابزار و سلاح و قشون میخوای بری به جنگ این جماعت و تقی خان رو از بند رها کنی؟ گلنار جان، وسیله دست آصف بشی نه خیر این دنیا تضمینی برای تو هست، نه برای آخرت تقی خان. آخه یعنی من اینقدر بی فکر و بی دست و عملم که نبودنم به روز گرفتاری پدر و مادرم بهتر از بودنم شده؟ یعنی من عملا الان شدم اسباب زحمت شما جماعت فقط؟ آره؟ نه گلنار خانم، بحث ناتوانی و ضعف بنیه من و شما و این جماعت که نیست که. حرف اینه که در برابر این 16 افرادش مردم روستا هیچ کاری نمیتونن بکنن. همین. به هر صورت، به هر دید و تفصیلی که هست، من قصد ترک این محلکه رو ندارم. گلنار خانم، به صلاح تو در امان باشی تا زمانی که قائله ختم به خیر بشه. خانم گل، نظر شما هم به نموندن منه؟
یه روزی تو همین آبادی یه پسری رو گذاشتن تو دومن من، گفتن بزرگش کن. اعتبار زنده بودن و مرگش، اعتبار فهم و کمالاتش، اعتبار رفتار و کردارش با من بود. 20 سال به دست خودم، 20 سالم از دور مراقبش بودم. همین پسر یه روزی یه دختر بچه رو تو بغل من گذاشت و گفت خانوم گل، جون تو و جون گلنار من. من گفتم بسم الله، بسم الله. نگفتم روز گرفتاری جار میزنم، نگفتم از ترس سرنیزه روس و باروت قجر کنج کلبه مخفی میشم. گفتم بسم الله. تا این لحظم پای حرفم وایستادم. جون تو و اعتبار آب روی تقی ثمره عمر منه. اگه همه میگن بری به صلاح تو و آب روی تقی خانه که بری. آباریکلا با این قسم و قرار بهتر فردا ایرج و فیروزه، فیروزه خانم، گلنار رو برسونن به کارمونسرای جاده فومن. از اونجا هم در معیت کاروانای عبوری فیروزه و گلنار راهی رشت بشن که حداقل نگرانی متصل به امنیت گلنار خانم منتفی بشه. بله من خودم میبرم میرسونمشون. باریکلا. بسم الله. بفرمایید. سلام آقا. بفرمایید. این نوبت اگر به هر آرزو حادثه ای دختر تقی خان از دستت متبارش شه اینجوری نمیتونی بشینی به عیش و عشرت، به مفکشی و مفخوری. مرتفتی با این تعجیل راپورت دادن گلنار دختر تقی خان ساکن امامزاده است. خب
خودت گفتی، خودت شنفتی. این دختر که الان متحسن به امامزاده شده. شده که شده. اگه نون به قاعده حلال و حرام خورده باشی و سر سفره پدر و مادرت نشسته باشی، میدونی اون آدمی که به امامزاده بس نشسته به حریم امامزاده پناهنده شده. کسی هم که دو رکعت نماز به عمرش خونده باشه، دو رکعت ها نه بیشتر. مطلع که شکستن حریم امامزاده قبح و معصیت داره. مشتی، قصه حسین کرد به من کارگر نیست. قربون امامزاده و جدش برم. من نونمو از آصف میرزا میگیرم، حکم اونو اجرا میکنم. من ممانعتی نمیکنم. این شما حکم آصف قجر، اینم امامزاده. اما اون که خودش به این دختر پناه داده، خودش هم قصاص میگیره از هر بنی بشری که حریمشو شکسته باشه و حرمتشو نگه نداره. حالا تو اگه دل و زهرشو داری و میخوای با نواده پیامبر در بیفتی، من ممانعتی نمی کنم. در بیفت. آقا جان، الان وقت روزه نیست. بریم داخل. چی شده حروم لقما؟ شما نونتون دست آصف میرزاست، از اون باید بترسید. از امامزاده میترسید؟ عباس علی، من شفا گرفته یه همین زری و همین امامزادم. من که نمیتونم حرمت این حرم رو بشکنم. من داخل نمیشم. عباس قلی، خبر نداری مگه؟ هر کس بخواد به قصد تعرض پا به حریم امامزاده بذاره، نفرین پسر امام هفت پشتش میمونه. داخل مرد حسابی، تو که به فکر خودت نیستی، لااقل به فکر بچه‌هات باش. دلت به حال بچه‌هات بسوزه. من خودم به چشم خودم دیدم وقتی مهندس روس کارگر عمله رو مجبور کرد که صحنه زری امامزاده هاشم مشرف به رشت و پایین بیارن، چرخی گاریشون در رفت و 12 نفرشون نفله شدن. من از آخر عاقبت این داستان خوف دارم و میترسم عباس خلی. من یکی معترض به حریم حرم نمیشم. من تو نمیرم. هر کدوم اینا برن تو، من یکی تو نمیرم. باشه، حالا که حکم معطل بس نشستن دختر تایخان به امامزاده است، ما هم بیرون منتظرش میمونیم تا عبدالعمر که نمیتونه متحسن امامزاده باشه. دیگه هیچ کس حق ورود و خروج به داخل امامزاده رو نداره. هیچ کس مزدون تردد به داخل امامزاده نیست تا دختر تقی خان از امامزاده خودش بزنه بیرون.